با سلام، آرزو راستگو هستم. مبحث تعریف رفتار متقابل رو با هم شروع میکنیم. احتمالا برات پیش اومده تو شرط یا رابطه های قرار بگیری که یه الگوی مخرب مدام تو زندگی تکرار بشه. ما توی تعریف رفتار متقابل قرار یاد بگیریم چرا بعضی موقع با اینکه میدونیم چه کاری درسته ولی انجامش نمیدیم، قرار یاد بگیریم خودمون چه نقش مهمی داریم تو اینکه رابطه‌مون چجوری پیش بره، هم رابطه خودمون با خودمون و هم رابطه‌مون با اطرافیانمون. نظریه تعریف رفتار متقابل یه روشه برای شناخت خودمون، تحلیل کردن رفتارهای روزمرهمون و همچنین رشد و تغییر شخصیمون. ببینیم که نظریه تعریف رفتار متقابل چیه و از کجا شروع شد. اریک برن، روانپزشک کانادایی آمریکایی، تو سال 1950 نظریه تعریف رفتار متقابل یا تحلیل تبادلی یا به اختصار تی ای هم بهش میگن رو معرفی کرد. پدر اریک برن یه پزشک بود که عقیده داشت بیمار نباید مثل یک ابزار زیر دست پزشک باشه، بلکه باید تو فرآیند تشخیص و درمان بیمارش مشارکت فعال داشته باشه. همین نگرش پدرش روی اریک برن تاثیر گذاشت و با نبوغ و خلاقیتی که داشت نظریه‌ش رو جوری ارائه داد که هر کسی میتونه اونو بفهمه و توی تشخیص و درمان بیماریش مشارکت داشته باشه. اریک برن به جای اصطلاحات پیچیده مفاهیم نظریه‌ش رو با کلمات خیلی ساده و قابل فهم ارائه کرد، طوری که افراد راحت میتونن با یاد گرفتن اصول TA یا تعریف رفتار متقابل خودشون روند ایجاد مشکلاتشون رو شناسایی کنن، با تحلیل و بررسیشون توی درمان و تشخیص بیماریشون مشارکت داشته باشن. نظریه تعریف رفتار متقابل علاوه بر این که به مشکلات درون فردی، احساسات ما و تجربه های درونیمون میپردازه، به روابط بین فردی هم میپردازه و اونا تجزیه تحلیل میکنه. ببینیم که نظریه تعریف رفتار متقابل کجاها کاربرد داره. توی ارتباطات بین فردی، هر جا که با افراد دیگه رابطه داریم، انواع مذاکرات کسب و کار، رابطه‌مون با اطرافیانمون، رابطه خانوادگی، روابط عاطفی، روابط دوستانه، حل مشکلات احساسی، رفتاری، توی ارتباطات درون فردی، رابطه خودمون با خودمون، با تعریف رفتار متقابل خودمون رو می‌شناسیم که من کی هستم، چجوری رفتار می‌کنم و چرا اینجوری رفتار می‌کنم. نظریه تعریف رفتار متقابل توی ابعاد مختلف زندگی کاربرد داره و برای همه گروه های سنی و شرایط اجتماعی مختلف قابل استفاده است. با TA میتونیم روابطمون رو تجزیه تحلیل کنیم که چه اتفاقی داره میفته، چرا این اتفاق داره میفته و ما چه انتخابایی داریم تا شرایط رو یه جوری پیش ببریم که در راستای اهدافمون باشه. نظریه تعریف رفتار متقابل مثل هر نظریه دیگه یه اصول پیش‌فرضی داره که بهش می‌پردازیم. از نظر اریک برن انسان توانایی فکر کردن داره، مگه اینکه عقب مونده ذهنی باشه یا زایه مغزی داشته باشه. اینکه انسان توانایی فکر کردن داره نشون میده که همه ما تو زندگیمون مسئولیم. اریک برن میگه انسان میتونه سرنوشت و تصمیماتش رو تغییر بده. درسته که ژن، جامعه و خانواده تو زندگی ما تاثیر دارن، ولی در نهایت این ما هستیم که انتخاب می‌کنیم چه چیزی رو تا چه حد تغییر بدیم. اریک برن میگه انسان‌ها ذاتاً خوب هستن. این به معنی بی‌نقص بودن نیست. یعنی من و بقیه آدما به عنوان انسان ارزشمند و محترمیم. من خودمو همون جوری که هستم میپذیرم و بقیه رو همون جوری که هستن. هرچند ممکنه بعضی موقع کاری که انجام میدن و نه دوست داشته باشم و نه قبول داشته باشم. هدف نظریه تعریف رفتار متقابل اینه که افراد خودشونو بهتر بشناسن و بتونن ظرفیت‌های خودشونو بهبود بدن. اریک برن تو چارچوب بندی نظریش از چند تا تحقیق علمی استفاده کرد که چند تاشون رو با هم بررسی میکنیم. یکی از تحقیقاتی که اریک برن تحت تاثیرش بود، پژوهش وایلر پنفیلد بود. پنفیلد روی بیماری که سر داشتن یه سری آزمایش انجام داد. یکیشون الان توی فیلم میبینیم. اینجا یکی رو میبینید که سر داره. پنفیلد روی این بیماران یه الکترودهایی رو به جاهای مختلف مغزشون وصل میکرد. بیماران یهو صحنه‌هایی از گذشتهشون یادشون میومد. نه تنها خاطراتشون زنده میشد، بلکه همه احساساتی که اون زمان داشتن رو دوباره تجربه میکردن. دوباره همون جوری میدیدن، میشنیدند و احساس میکردن. در این حال میدونستن که تو اتاق عمل بیمارستان هستن. با قطع برق یادآوری خاطره قطع میشد و با وصل مجدد برق به همون نقطه دوباره همون خاطره زنده میشد، ولی بازسازی یا ادامه خاطره قبلی نبود، بلکه همون صحنه و همون خاطره دوباره از اول پخش میشد. نتایج پژوهش پنفیلد نشون داد که مغز مثل دستگاه ضبطه که قابلیت ثبت و ضبط فوق‌العاده‌ای داره و احساسات مربوط به تجربه ها و خاطرات گذشته به اونا قفل شدن و وقتی اون خاطره دوباره پخش بشه، دوباره همون احساسات همون جوری برامون زنده میشن.
نتیجه دیگه‌ای که آزمایش پنفیلد نشون داد اینه که افراد میتونن همزمان دو حالت رو تجربه کنن. بیماری پنفیلد میدونستن که توی بیمارستان هستن و همزمان یه خاطرهشون رو با همه جزئیات و احساسات داشتن تجربه میکردن. و هر اتفاق و هر خاطره‌ای که توی زندگیمون تجربه کردیم توی یه قسمت خاص از مغز برای همیشه ثبت و ضبط میشه و همیشه آماده بازپخش مجدده. و اگه اون قسمت خاص از مغز رو تحریک کنیم، دوباره اون خاطره، دوباره اون اتفاق با همون جزئیات، با همون احساسات و تجربیات برامون زنده میشه. پژوهش دیگه که اریک برن ازش استفاده کرد اشپیتس بود. اشپیتس نوزاده یه بیمارستان رو به دو گروه تقسیم بندی کرد. گروه اول توی محیط کاملا استریل نگهداری می‌شدن با بهترین امکانات پزشکی و بهداشتی، ولی پرستارا فقط به این گروه شیر می‌دادن. هیچ تماس فیزیکی باهاشون نداشتن. ولی نوزادای گروه دوم توی محیط کاملا معمولی نگهداری می‌شدن، ولی پرستارا علاوه بر شیر دادن، اینا رو بغل می‌کردن، نوازش می‌کردن، بوسشون می‌کردن. بعد چند هفته نتایج نشون داد که نوزادای گروه اول با اینکه بهترین امکانات پزشکی و بهداشتی رو داشتن، تو محیط کاملا استریل نگهداری می شدن، ولی رشد عقلی توشون کمتر بود، مرگ و میرشون بالاتر بود، وزگیریشون کمتر بود، سیستم ایمنی ضعیف‌تری داشتن و شیوع بیماری ها توشون خیلی خیلی بیشتر بود. دانشمندان مختلف با بررسی های بیشتر روی نمونه های دیگه و حتی نمونه های حیوانی این نکته رو تایید کردن که بین نوازش و سلامت ذهنی و جسمی رابطه عمیق و غیر قابل انکاری وجود داره. اریک برن تو کتاب بازیهاش میگه اگه نوازش نشی مغزت متلاشی میشه. مبحث نوازش یکی از مهمترین اصول نظری تحریک رفتار متقابله. نوازش اونقدر اساس اریک برن مهمه که میگه ارتباطات انسانها رو نوازش ها تشکیل میدن. اریک برن میگه ما علاوه بر گرسنگی آب و غذا یه گرسنگی نوازش هم داریم که اگه ارضا نشه میمیریم. به دلیل اهمیت مبحث نوازش توی نظریه اریک برن جلسه سوم رو کاملا به این مبحث میپردازیم و در موردش صحبت میکنیم. گرسنگی دیگه که اریک برن ازش صحبت میکنه گرسنگی ساختاره. اریک برن میگه مغز ما دچار گرسنگی ساختاره. گرسنگی ساختار یعنی چی؟ یعنی ما دوست داریم جهان برامون قابل پیش بینی باشه، بدونیم قراره چه اتفاقی بیفته. ما توی اتاقمون هر چیز رو سر جای خودش میذاریم، محیط اطرافمون رو نشونه گذاری میکنیم، باعث میشه که توی جهان احساس امنیت داشته باشیم، احساس ناامنی نکنیم. مارگارت هافمن هم این موضوع رو تایید میکنه، میگه مغز ما از حالت انتظار، سردرگمی و ابهام میترسه و دنبال امنیت و آشناییه. ما ترجیح میدیم محیطمون رو بشناسیم، هر چند به غلط، تا اینکه منتظر باشیم تا اطلاعات کامل کسب کنیم. گرسنگی ساختار اونقدر مهمه که در مورد خیلی چیزا دچار پیش‌فرض و فرافکنی میشیم، برای اینکه نمیتونیم صبر کنیم تا اطلاعات کامل جمع‌آوری کنیم. تصور کن شب توی خونه بزرگ تنها باشی، یه سر و صدای بیاد. اولین فکری که به نظرمون میاد ممکنه باشه که حتما دزده. با توجه به این پیش‌فرض احساساتی رو تجربه می‌کنیم و یه رفتار رو یا انجام میدیم. گرسنگی ساختار باعث میشه که توی رفتارهامون، روابطمون دنبال یه پیشبینی پذیری باشیم و این گرسنگی ساختار توی روابطمون تأثیر خیلی زیادی داره که توی مبحث بازیها پیشنویس خیلی بیشتر در مورد صحبت میکنیم و بهش میپردازیم. با سلام، آرزو راسکو هستم. تو این جلسه قرار ساختار شخصیت از نظر اریک برن تو نظریه تحریک رفتار متقابل رو بشناسیم و باش آشنا بشیم. شخصیت رو اریک برن بر اساس سه تا حالت نفسانی تو روان انسان توضیح میده. حالت یعنی چی؟ هر حالت یه نظام احساسیه که تو هر کدوم الگوی دریافت اطلاعات، پردازش اطلاعات و الگوی رفتاری متفاوته. اریک برن میگه افراد این حالت‌ها رو نقش بازی نمی‌کنن، بلکه جزئی از طبیعت واقعی روان همه انسان هاست که همه آدما همه تجربیاتشون رو توی این سه بخش دسته‌بندیش می‌کنن. هر حالت نفسانی یا حالت‌های من که اسم می‌بره من والد، من بالغ و من کودک. من والد همه اطلاعاتی که از والدینمون، مربیامون و الگوامون درباره زندگی یاد گرفتیم. من کودک همه احساساتی که خودمون تو زندگی تجربه کردیم. من بالغم بخش استدلالی و کارکردی روان ماست که جلوتر این سه بخش رو به طور کامل توضیح میدیم.
تا حالا شده یه کاری کنی بهت بگن چقدر شبیه مامانتی یا چقدر شبیه باباتی؟ یا نه وقتی که اشتباهی میکنی یا توی کار شکست میخوری چه چیزایی به خودت میگی؟ احیانا اینا همونایی نیست که پدر مادرت بهت میگفتن؟ تو 5 سال اول زندگی چون تنها منبع امنیت بچه والدینش هستن، هر چی از اونا میبینه و میشنوه به عنوان حقیقت و واقعیت و بدون ویرایش ثبت و ضبط میکنه که اینا توی من والدش برای همیشه ثبت میشه. توی من والد چگونگی انجام کارها هم ثبت و ضبط میشه. ما از والدینمون یاد گرفتیم که هر کاری رو چجوری انجام بدیم، یاد گرفتیم که چجوری مسواک بزنیم، چجوری حموم بریم، چجوری غذا بخوریم. پس توی من والد همه اتفاقها، هر چیزی که دیدیم و شنیدیم، همه بایدها و نبایدهایی که والدینمون در مورد زندگی به همون یاد دادن و همچنین چگونگی انجام کارها ثبت و ضبط شده. پس توی من والد چیا ثبت و ضبط میشه؟ دستور عملهای زندگی، هر چی در مورد زندگی یاد گرفتیم، بایدها و نبایدهامون که بر اساس اونا رفتار و قضاوت میکنیم، الگوهامون از نحوه انجام دادن کارا، چه جوری هر کاری انجام بشه، پیش‌داوری‌هامون بر اساس چارچوبایی که از درست و غلط داریم، باورها و تعصبامون، هر جمله دستوری که توش امر و نهی، باید این کارو بکنی، نباید این کارو کنی، یادم باشه این کارو کنم، من باید اینجوری باشم، من باید اونجوری باشم، همه اینا محتوای من والده. من والد انگار یه نوع احساس اجبار درونی هم به ما میده. انگار مجبوریم که کارا رو به اون روشی که یاد گرفتیم انجام بدیم. انگار اینجوری راحت تریم، اذیت نیستیم. بذارید یه داستان براتون تعریف کنم. یه همسری میبینه خانمش هر وقت میخواد سوسیس بپزه، سر و ته سوسیس ها رو میزنه، بعد اونا رو سرخ میکنه. ازش دلیل این کارشو میپرسه. خانمم میگه دلیل خاصی ندارم. مادرم همیشه اینجوری سوسیس ها رو میپخت، منم اینجوری میپزم. هفته بعدش این آقا تو خونه مادر همسرش ازش میپرسه که چرا اینجوری آشپزی میکنه؟ چرا سر و ته سوسیس ها رو میزنه، بعد اونا رو میپزه؟ مادرم میگه دلیل خاصی ندارم. دیدم مامانم همیشه این کارو میکنه، منم اینجوری سوسیس سرخ میکنم. اون آقا زنگ میزن از مادر بزرگ همسرش میپرسه که دلیل این کارش چیه. اونم میخنده و میگه اون موقع توی خونمون فقط یه دونه مایتابه داشتم، اونم کوچیک بود، سوسیس توش جا نمیشد، مجبور بودم سر و ته سوسیس ها رو بزنم تا بتونم اونا رو بپزم. بعضی موقع این احساس اجباری که توی من والدمون هست باعث میشه که کارایی کنیم که هرچند دیگه کارایی نداره ولی بدون فکر انجامش میدیم و اصلا بهشون حتی فکرم نمی کنیم که ممکنه مفید نباشه، ممکنه حتی مضر باشه و حتی شاید به خودمون آسیب میزنیم یا رابطه‌مون و حتی متوجهش هم نیستیم. کارکردهای مهم والد. من والد جانشین پدر مادر واقعیه. با چیزایی که ازشون یاد گرفتیم وقتی اونا حضور ندارن از پس کارامون برمیایم. و کارکرد مهم دیگه که والد داره اینه که کار روزمرمون رو به طور روتین انجام میدیم. به خیلی از کار روزمرمون فکر نمی‌کنیم، فقط به این دلیل انجام میدیم که باید اینجوری باشه، بدون اینکه وقت زیادی بذاریم بهشون فکر کنیم. از اول ما فکر نمی‌کنیم چجوری مسواک بزنیم، از اول فکر نمی‌کنیم چجوری غذا بخورم، چجوری ناخن بگیرم. با این کار توی زمان و انرژیمون صرفه‌جویی می‌کنیم و این زمان و انرژی مغزو میذاریم برای تصمیم گیری های مهمتر و وظایف مهمتر مغز. نکته ای که میخوام بهش توجه کنید اینه که والد پاک شدنی نیست. چیزی که از والدینمون یاد گرفتیم یه ضبطه. صرفاً بهش گوش میدیم، پخشش میکنیم و طبق اون عمل میکنیم. ببینیم چند نوع والد داریم. توی تحلیل رفتار متقابل والد به 2 دسته تقسیم بندی میشه. والد یا حمایتگر و مهربانه که از ما حمایت میکنه، مراقبت میکنه، به رشد و پیشرفتمون کمک میکنه، و یا والد میتونه انتقادگر یا کنترل کننده باشه که بهش والد سرزنشگر میگن، که ازمون عیبجویی میکنه، برامون ایجاد محدودیت میکنه. همه ما نمونه های این والدین رو دیدیم و یا ممکنه خودمون یه نوع از این والدین رو داشته باشیم. والدینی که مدام تشویقمون کردن، حمایتمون کردن، یا مدام ازمون ایراد گرفتن. ما همون جوری که والدینمون با همون رفتار کردن با بقیه رفتار میکنیم. اگه والد حمایتگری داشته باشیم با خودمون و بقیه حمایتگرانه رفتار میکنیم. یعنی اگه خودمون یه اشتباهی کنیم یا بقیه یه اشتباهی کنن ازشون حمایت میکنیم، به رشد و پیشرفتشون کمک میکنیم. یا نه اگه والد انتقادگر یا کنترل کننده داشته باشیم وقتی خودمون یا بقیه یه اشتباهی میکنن مدام خودمون یا بقیه رو سرزنش میکنیم، انتقاد میکنیم، عیبجویی میکنیم. حالا من والد رو چجوری تشخیص بدیم که خودمون یا طرف مقابلمون توی من والدشه؟ یه سری نشانه های رفتاری داره، یه سری نشانه های کلامی. رفتارهای مشابه والدین.
گفتیم که توی من والد هر چیزی که از والدینمون دیدیم و شنیدیم، رفتارهایی که داشتن تو موقعیت‌های مختلف تو من والدمون ثبت و ضبط میشه. من والد اصولا حالت والدگونه داره، حالت تهدید با انگشت اشاره، اخم، جدی بودن، نگاه خشمگین، ساکت باش، حرف نزن، جست دست به کمر بودن، دست به سینه بودن، نوش نوش کردن، نگاه از بالا به پایین، یا نوازش کردن، حمایت کردن، دلسوزی کردن. اینا والد انتقادگره. نوازش، حمایت، دلسوزی و کارهای حمایت گونه نشان دهنده والد حمایتگر درونمونه. توی کلام چجوری من والد رو تشخیص بدیم؟ جملاتی مثل گوش کن چی میگم، فراموش نکن، چند بار باید بهت بگم، باید این کارو کنی، نباید این کارو کنی، همیشه فلان کارو بکن، هیچ وقت اون کارو نکن، من اگه جای تو بودم آخرین بارت باشه. کلمات انتقادی، من چقدر تنبلم، من چقدر احمقم، همه اینا نشون میده طرف داره از من والدش ارتباط برقرار میکنه. اصولا هر جمله‌ای که توش مفهوم همیشه، هیچ وقت، باید، نباید، یادت نره باشه، از والد میاد و والدو تقویت میکنه. باید مهربون باشم، نباید تنبلی کنم، هیچ وقت به غریب اعتماد نکن. مرد که گریه نمیکنه، دختر رو که با صدای بلند نمیخنده. جمله‌های این چنینی نشون میده که من تو حالت والد خودم هستم و اگه ارتباطی هم برقرار کنم با دیگران، از حالت من والد خودم با این جمله ارتباط برقرار میکنم، چه با دیگران چه با خودم. گفتیم که همه اتفاقایی که تو 5 سال اول زندگی برامون افتاده توی من والد ثبت و ضبط میشه. اتفاقای بیرونی تو من والد ثبت و ضبط میشه. نسبت به اتفاقایی که افتاده یه احساساتی هم تو کودک ایجاد میشه، توی من کودک ثبت و ضبط میشه، چیزی که کودک احساس کرده. چون که بچه نمیتونه حرف بزنه، بیشتر واکنشاش احساسیه. مثلا میخواد با چاقو بازی کنه، نمیذارن، با خودش فکر میکنه که خب حتما من خوب نیستم. حس من خوب نیستم توش ایجاد میشه، چون که هنوز به اون مرحله از درک و فهم نرسیده که بتونیم براش توضیح بدیم که چرا چاقو خطرناکه، فلان دایرا رو داره. پس اون احساسش توی اون لحظه که توش ایجاد شده تو من کودک ثبت و ضبط میشه. کودک درون بخش عاطفی، هیجانی و احساسی درون ماست. هر وقت احساسایی توی درونمون تجربه میکنیم، مثل خشم، غم، ترس، کنجکاوی، توی من کودکمون هستیم و داریم با من کودکمون با دنیا ارتباط برقرار میکنیم. کودک فقط دنبال لذت بردنه، برای سختشه نیازش به تعویق بیفته. پس محتوای من کودک چیا هستن؟ غرایزمون، گرسنگی، تشنگی، غرض جنسی، خلاقیت. بچه سرشار از کنجکاوی، میخواد سر از هر چیزی در بیاره، همه چیو بدونه. سرشار از شادیه، با کوچکترین دلیلی خوشحال میشه و یا برعکس ممکنه خیلی زود ناراحت بشه. هر موقع احساس ناکامی، احساس طرد شدگی، احساس وابستگی، رها شدگی داشته باشیم، توی من کودکمون هستیم. توی تحلیل رفتار متقابل کودک به 2 دسته تقسیم میشه، کودک انطباق یافته و کودک طبیعی. کودک انطباق یافته که بهش کودک واکنشی هم میگیم، یعنی واکنش به محیط توی کودک ایجاد شده. چجوری؟ بعضی موقع انقدر فشار روی بچه زیاده که بچه پر از خشمه و میخواد خودشو خالی کنه. پس چی کار میکنه؟ علیه قوانینی که براش گذاشتن، انتظارهایی که ازش هست، علیه فشارا طغیان میکنه، لجبازی میکنه، هر کاری بهش میگی بکن برعکسش رو انجام میده. این میشه کودک سرکش و لجباز که یاد گرفته بعضی موقع با لجبازی هم میشه به خواستاش برسه. یا نه، توی محیط کاملا کنترلگر و کمالگرا به بچه میگن تو خوبی اگه هر چی بقیه بهت گفتن گوش بدی، تو خوبی اگه بچه خوبی باشی. بچه یاد میگیره اگه با اخم و خشم و قهر والدینش نخواد روبرو بشه، که تنها منبع امنیتش هستن، باید رو خواسته های خودش پا بذاره و با خواسته های محیطش سازگار بشه تا تاییدش کنه. تو بزرگسالی هم این الگو وجود داره، اونی که توی حالت کودک سرکششه، هر کاری میکنه تا به خواسته هاش برسه، و اونی که توی حالت کودک مطیعشه با اطرافیانش سازگاری زیادی داره، نمیتونه نبگه، میترسه طرد بشه، میخواد همه رو از خودش راضی نگه داره، طوری که بقیه میخوان رفتار میکنه. اینا ویژگی های کودک مطیعه که تا بزرگسالی هم میتونه ادامه پیدا کنه. یه کودک دیگه هم داریم، کودک طبیعی که باش به دنیا اومدیم.
تصور کن یه روز کاری خیلی خسته کننده داشتی، حوصله غذا خوردنم نداری، رو کاناپه خوابت میبره، یهو دوستت زنگ میزنه میگه میخوایم بریم شمال، یه ساعت بعد آماده باش میام دنبالت. اون موقع چیکار میکنیم؟ سری انگار یه انرژی میاد تو وجودت، یهو بلند میشی ساکت و جمع میکنی، یهو پر از شور زندگی میشی، انگار خستگی دیگه کلا پریده. اون موقع تو حالت من کودک طبیعی هستیم. کودک طبیعی پر از شور و انرژی جادویی داره، سرشار از آرزو و انگیزه است، اشتیاق زیادی داره، خستگی ناپذیر، پر انرژی، کنجکاوه. حالا من کودک رو چجوری تشخیص بدیم؟ بعضی رفتارها نشان دهنده من کودکن، مثل رفتارهایی که تو بچگیمون داشتیم، خندیدن با صدای بلند، سر کج کردن، به سمت پایین مظلومانه نگاه کردن، بچه که استرسی میشه دیدید رو صندلی تکون میخوره، پریدن، کف زدن، شوخی، شیطنت، نخون جویدن، شونه بالا انداختن، گریه کردن، بغض کردن و هر کاری که وابستگیمون نشون بده یا خیلی ضعفمون رو نشون بده یا شادی زیادمون رو نشون بده، امیدمون رو نشون بده، همه این رفتارها نشون دهنده من کودکم. توی کلام چجوری میتونیم بفهمیم من کودکمون هستیم؟ گفتم که کودک سرشار از انگیزه و آرزوه، فقط میگه میخوام فلان چیزو داشته باشم، نمیخوام، دلم میخواد، دلم نمیخواد، ای کاش فلان چیزو داشتم، بیشترشو میخوام، بزرگترشو میخوام، بهترینو میخوام. همه این کلمات اگه تو کلام باشه، وقتی با این محتوا داریم حرف میزنیم، از کودک درونمون صحبت میکنیم و تو حالت کودک درونمون هستیم. یا وقتی بغض داری، خسته ای، ناراحتی، دیگه حتی کلامم نیست، آهه، اینا هم همه مربوط به حالت من کودک، من باله. بچه از 10 ماهگی دیگه منفعل نیست. میتونه راه بره، حرکت کنه، اشیا رو دستکاری کنه، کارایی کنه که از فکر آگاهی خودش در میاد. از وقتی که بچه میتونه از فکر خودش استفاده کنه، قسمت بالغ شخصیتش شروع به شکل گیری میکنه. دیگه میتونه بین چیزایی که از والدینش در مورد زندگی یاد گرفته و چیزایی که خودش از زندگی احساس کرده تفاوت قائل بشه. بالغ و بهش میگن یه کامپیوتر پردازنده داده هاست و مسئله اینجا و اکنون زندگی ما رو طبق واقعیت حل میکنه. فرض کن یکی برات مهمه، روز تولدت رو فراموش کرده. من کودک چه واکنش نشون میده؟ میگه حتما منو دوست نداره، براش مهم نیستم. من والد چه واکنشی نشون میده؟ آدم خودخواهیه، بی‌عاطفه است. اما من بالغ چیکار میکنه؟ واقعیت رو همون جوری که هست، بدون تعصبات یا بدون درگیر شدن با احساسات میبینه. پس بالغ بر مبنای درست و غلط قطعی عمل نمیکنه یا دلم میخواد دلم نمیخواد، بلکه بر مبنای اینکه این منطقی هست یا نه، درست کار میکنه یا نه، این اینجا جواب میده یا نه. بالغ نظارت میکنه که کودک درون و والد درون سر جای خودشون باشه. یعنی بالغ بین من والد و من کودک بی‌طرفانه وساطت میکنه، فکر میکنه که الان و اینجا باید از کدوم استفاده کنم. گفته بودیم که کودک تابع اصل لذته، فقط میگه میخوام، اما بالغ شرایطو میسنجه و لذت بردن رو به تاخیر میندازه تا زمان مناسبش برسه. فرض کن تو کلاس نشستی، میخوای بلند شی غذا بخوری، کودک میگه من غذا میخوام، گشنمه. اما این وظیفه بالغه که بررسی کنه که الان جاش هست یا نه، الان این کار رو انجام بدم یا نه. پس کودک فقط میگه میخوام، نمیخوام، میخوام فلان کار انجام بدم، میخوام این لذت رو بهش برسم. اما بالغ میسنجه، میگه این خواسته کودک رو چگونه بهش برسم که منطقی باشه. بالغ علاوه بر این که محتوای من کودک رو بررسی میکنه، میبینه چیزایی که من فکر میکنم درسته یا واقعا درسته، با زندگی الان من تناسب داره، چیزی که فکر میکنم خوبه واقعا خوبه، اگه خوب نباشه در مورد اونا تجدید نظر میکنه. بالغ اطلاعات جمع آوری میکنه، تجزیه تحلیل میکنه، به مسئله‌ای که اینجا و اکنونه واکنش میده، نه به چیزایی که احساس میکنه یا باوراش. واقعیت اینجا و اکنون میبینه و بهش واکنش میده، نتیجه تصمیمش رو میبینه، ارزیابی میکنه آیا به چیزی که میخوام رسیدم یا نه، و اگه نتیجه دلخواهش نبود، اگه لازم باشه اونو تغییر میده، دوباره جمع‌آوری اطلاعات میکنه. بالغ احتمالات هم برآورد میکنه، پیش بینی میکنه که چه اتفاقی ممکنه بیفته، اگه فلان اتفاق افتاد چه راه حلی رو داشته باشم. پس بالغ بخش استدلالی ماست، بخش خیلی منطقی ماست.
بالغ رو چجوری تشخیص بدیم؟ بالغ شخصیتیه که خیلی منطقیه، رفتارش هم خیلی منطقیه. وقتی باهات حرف میزنه خیلی فعال گوش میده، با حرکات سر تایید میکنه، نگاه مستقیم داره، لحن قاطع و بدون هیجان زدگی داره. یکی از کارهایی که اریک برن میکرد این بود که ژست بالغ رو به مراجعش یاد میداد، چون ژستی که میگیریم وضعیتی که توش هستیم رو تثبیت میکنه. مثلا ژست بالغ بگیری، ناخودآگاه بعد یه مدت حرفای بالغانه میخوای بزنی، تجزیه تحلیلات بیشتر میشه، با منطق بیشتری میخوای صحبت کنیم. توی کلامم وقتی که از کلمات پرسشی استفاده میکنیم اکثرا تو حالت من بالغمون هستیم. کجا، چی، چرا، چجوری، سوالایی که با هدف کسب اطلاعات باشه. نه مشکلی، مثلا دوستت دیر رسیده سر قرار، ازش میپرسی ساعت چنده؟ الان تو این موقعیت واقعا تو نمیخوای بدونی ساعت چنده، میخوای غیر مستقیم بهش بگی که خیلی دیر اومدی، از دستت عصبانی ام، یا به سرکوف بزنی، مچشو بگیری. پس اینا نمیشه من بالغ، اون والدانه است. وقتی می‌پرسی ساعت چنده، واقعا می‌خوای بدونی ساعت چنده، قیمت این چنده، سوالایی که می‌خوای اطلاعات بگیری، این سوالا نشون میده که تو من بالغمون هستیم. من بالغ مقایسه میکنه، عزایا و معایبشو در میاره. من بالغ میگه امکان داره فلان چیز باشه، امکان داره نباشه، هیچ وقت نظر قطعی نمیده، میگه فکر میکنم، به نظر من شاید اینجوری باشه. نکته ای که خیلی 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 مهمه، بالغ وضعیت بالفعل ذهن ما نیست، یعنی بالغ رو باید از طریق آموزش و تمرین تقویت کنیم. و یعنی وقتی خسته باشیم اصولا کار کرده بالغ مغزمون میاد پایین، پس تمرین و آموزش خیلی مهمه. یه جمع‌بندی کنیم، گفتیم که روان، شخصیت، از نظر اریک برن سه تا دسته‌بندی میشه: من والد، من بالغ و من کودک. من والد چیزایی که از زندگیمون یاد گرفتیم، والدین، پدر، مادر، خواهر، برادر، الگوامون، کسایی که اونا را به عنوان الگوی خودمون قبول کردیم، هر چی ازشون یاد گرفتیم تو من والد ثبت و ضبط میشه. والد بهمون یاد میده که چجوری از پس زندگیمون بر بیایم، با جامعه سازگار بشیم. من بالغ تجزیه تحلیل میکنه، اطلاعاتو جمع آوری میکنه، ارزیابی میکنه، مشکلات اینجا اکنون رو به صورت منطقی و واقع گرایانه حل میکنه، حاصل تحقیق و تجربه است، چیزیه که بهش فکر میکنیم. من کودک چیزاییه که از زندگیمون احساس کردیم، خلاقیت، خود انگیختگی، همه اینا توی من کودک ثبت و ضبط شده. حالا اینا چجوری استفاده میکنیم؟ اریک برن میگه همیشه ما تو یه حالت از این سه حالت هستیم، یعنی رفتارمون از یکی از این حالت ها برمیاد. من اجرایمون همیشه یکی از این حالت ها هست. تصور کن یه دونه تلویزیون داری، سه تا کانال داره: والد، بالغ، کودک. در آن واحد فقط یکی از این شبکه ها ممکنه روشن باشه. وقتی در حالت من والدت هستی فقط در حالت من والدی، بالغ و کودک نیستی. ممکنه سری جا به جا بشی، والد باشی، بعد بالغ بشی، بعد دوباره کودک بشی، ولی در آن واحد فقط تو یه حالت هستی. پس من اجرایی یعنی اون حالتی که تعیین کننده رفتار این لحظه منه. یه مثال بزنیم. فرض کن یه مسابقه فوتباله، بازیکن‌ها دارن بازی میکنن و تماشاگرای مختلفی توی ورزشگاه هستن. یکی هست توی تماشاگران نشسته، مدام به بازیگر دستور میده شوت بزن، پاس بده، برو عقب. به نظر شما این تو کدوم حالت منشه؟ وارد انتقادگر بود. حالا یه نفر دیگه هست، با صدای بلند اعتراض میکنه به مربی، به داور، به بازیکنان، ناسزا میگه و کلن همش اعصابش خورده، انگار میخواد تنش ایجاد کنه، از همه شاکیه. این تو کدوم حالت منشم؟ من سرکش و لجباز. یه نفر دیگه هست، تشویق میکنه تیم محبوبش و حتی اگه به بازن میره تو اینستاگرام کامنت های حمایتی میذاره، خسته نباشید میگه، از زحماتشون تشکر میکنه و اینا. والد حمایتگر. یه نفر دیگه وقتی که ناراحته اصلا ناراحتیشو نشون نمیده، خوشحاله، اصلا ابراز خوشحالی نداره، انگار هیچ هیجانی نداره، همینجوری نشسته داره بازیو میبینه. این تو کدوم حالت منشه؟ کودک مطیع. یه نفر دیگه هست وقتی بازی میخواد شروع بشه استراب داره، وقتی گل میزنن خوشحاله، هیجان زده میشه، جیغ میزنه، وقتی که گل میخورن ناراحت میشه. چنین حالتایی داره. این تو کدوم حالت منشه؟ کودک طبیعی که همه احساساتش رو ابراز میکنه. یا
یه نفر دیگه هم تو تماشاگران نشسته، متفکران داره بازی رو نگاه میکنه. تو ازش سوال نکنی، حرف نمیزنه. وقتی هم میپرسی نظر در مورد بازی چیه، یه تحلیل ارائه میده. با توجه به جایگاهی که تو لیگ هستیم، اگه ببازیم فلان اتفاق میفته، اگه ببریم فلان اتفاق میفته. اینم که نشون دهنده من بالغشه. همه آدمایی که میبینیم با هر رفتاری که دارن تو یکی از این حالت ها هستن. ما با شناخت این حالت ها میتونیم ببینیم که خودمون چه حالتی داریم و اطرافیانمون تو چه حالتی هستن، تا بتونیم رابطمون رو باشون بهتر مدیریت کنیم. یه مثال دیگه بزنم. ماشینت کثیفه، از سر کار اومدی، همسرت میگه ماشین خیلی کثیف شده، برو تمیزش کن. تو هر کدوم از این حالت ها باشی چه واکنشی نشون میده؟ اون که والد حمایتگر باشه میگه خب ماشین کثیف اشکال نداره، اول خونه رو تمیز کنم. اون که تو والد انتقادگرشه میگه تو هم از ماشین استفاده میکنی، خودت برو تمیزش کن. یا اون که توی کودک سرکش هست میگه چرا دست از سرم بر نمیداری، همش به من ایراد میگیری، همش به من گیر میدی. اون که تو حالت کودک مطیعه میگه باشه الان تمیز میکنم، با اینکه خسته است، با اینکه اصلا حال نداره، اصلا ابراز نمیکنه، هر کاری بقیه بگن و انجام میده، میخواد اطرافیان رو راضی نگه داره، حرفشون رو گوش بده. کودک طبیعی میگه الان خستم نمیتونم، یعنی احساساتش رو ابراز میکنه. من بالغ چی کار میکنه؟ میگه فعلا وقت ندارم، خب راه هر، شاید فردا تمیزش کنم. یه مثال دیگه بزنیم. فرض کن اول مهر، هوا سرده، با این مسئله چجوری مواجه میشیم؟ کودک درون میگه که هوا سرده، بخاری رو روشن کنیم. والد میگه که نه، مثل هر سال آخر آذر که هوا کامل سرد شده باید بخاری رو روشن کنیم. یه تعارض ایجاد شده، الان باید چی کار کنیم؟ بالغ میاد بین من والد و من کودک بی‌طرفانه وساطت میکنه، ارزیابی میکنه، میبینه دمای هوا پایدار هست یا نه، و با توجه به اون تصمیم میگیره که اگه این سرما موندگار بود بخاری روشن کنه، هرچند مثل هر سال نباشه، و اگه موندگار نبود لباس گرم تنش کنه. پس میبینید که بالغ بین والد و کودک وساطت میکنه که الان به کدومش حق بده. تو هر موقعیت زندگی بسته به این که از کدوم حالتمون واکنش بدیم، رفتاری متفاوتی نشون میدیم. مثلا فکر کن توی مسابقه هستی، چجوری واکنش میدی، چجوری رقابت میکنی؟ اونی که تو من والدشه یه باید من اول بشم، خودشو وادار میکنه که بیشتر تلاش کنه، خودشو خیلی تحت فشار قرار میده، اینجوری رقابت میکنه. اونی که توی من بالغشه و توی مسابقه و رقابت شرکت کرده، بیشتر روی پیشرفت و رشد کردن متمرکز میشه، هم خودش پیشرفت کنه هم بقیه، هرچند برنده نشه. اونی که تو کودک درونشه به بقیه آسیب میزن تا اول بشه. مهم اینه که من میخوام اول بشم، بقیه مهم نیستن. پشت سر رقباش حرف میزنه، کار غیر اخلاقی میکنه. پس میبینید بستگی داره که توی یه موقعیت مشابه با کدوم حالت منمون واکنش بدیم. ممکنه به خودمون اطرافیانمون سخت بگیریم، یا نه واقع گرایانه مسئله رو نگاه کنیم، یا اینکه نه خیلی غیر اخلاقی بخوایم فقط به خواسته خودمون برسیم، لجبازی کنیم. سه تا حالت منو گفتیم، چجوری تشخیصش بدیم؟ کلام، لحن صدا، ژست، حرکت‌های بدنی، حالت چهره، یا هر حالت نفسانی که اگه تو کلامش فلان حرفار داشته باشه، فلان حال و هوار داشته باشه، تو کدوم حالت منشه؟ وایستادنش، ژست حرف زدنش چجوری باشه، تو کدوم حالت منشه؟ یه راه تشخیص دیگه واکنش اطرافیانه. معمولا بقیه مکمل حالتی که ما داریم باشون ارتباط برقرار میکنیم با همون رفتار میکنن. یعنی من اگه میام سر دانشجوام داد میزنم، سر شاگردام داد میزنم، اونا خیلی مظلوم میشینن، حرف گوشگون میشن، میتونم با بررسی رفتار اونا ببینم من تو کدوم حالت منم بودم و چجوری واکنش نشون دادم. وقتی که اونا مظلومانه نگاه میکنن، هرچی میگی میگن باشه چشم، اینو تو حالت من کودکشونم. پس قاعدتا من با حالت من والدم وارد ارتباط شدم که اونا اینجوری جواب دادن. یه تشخیص دیگه سابقه رفتارهای بچگیمون و رفتار والدینمونه. اگه من همیشه بچه بودم، استرسی میشدم، دست به سینه وای میستادم یا ناخون میجویدم، وقتی تو بزرگسالیم این حالتها رو دارم چون عادتم بوده توی بچگی، پس تو حالت من کودکی منه. یا مثلا اگه از بالای عینکم نگاه میکنم، مثل بابام که وقتی عصبانی میشد یا میخواست تحقیرم کنه از بالای عینک نگاه میکرد، این تو حالت من والده که مشابه والدینمه. جک دوسی یه نمودار طراحی کرد
که بهش میگن ایگوگرام و میتونیم توی هر روز رفتارامونو ببینیم نسبت به حالتهای دیگه کدوم حالت توی ما بیشتره. اگه رفتارهای من بیشتر والد سرزنشگر باشه این ستون میره بالا، اگه رفتار حمایتی نسبت به خودم یا بقیه داشته باشه این ستون به همون نسبت میره بالا، رفتارهای بالغانه اینا. میتونیم اینو برای هر روز خودمون بکشیم و ببینیم که ما بیشتر تو کدوم حالتمون هستیم. جک دوسی علاوه بر این نمودار یه فرضیه دیگه هم مطرح کرد که میگه میزان انرژی روانی ثابته، یعنی من اگه والد سرزنشگرم زیاده میخوام کمش کنم، به جای اینکه روی کم کردن والد سرزنشگر تمرکز کنم والد حمایتگرمو ببرم بالا، به طور خودکار قسمت سرزنشگرم میاد پایین، یعنی انرژی‌ها جابجا میشن. با این نمودار میتونیم بررسی کنیم که بیشتر تو کدوم حالت منمون هستیم، از کدوم زیاد استفاده میکنیم، کدومو کمتر کنیم. مثل آینه به همون حالت روانیمون رو نشون بدیم. گفتیم که توی تحلیل رفتار متقابل شخصیت از سه بخش مجزا تشکیل شده: من کودک، من والد و من بالغ. اما بعضی موقع توی این شخصیت یه اختلالایی به وجود میاد. اختلال عملکرد شخصیت تو تحلیل رفتار متقابل به دو دسته تقسیم میشه: آلودگی و طرد. آلودگی، گفتیم که هر کدوم از این بخش‌های مجزای روان ما کارکردهای خاص خودشون دارن. والد بخشیه که همه باورهایی رو شامل میشه که از والدینمون و الگوهامون یاد گرفتیم. بالغ بخش استدلالی و کارکردی وجود ماست که تجزیه تحلیل میکنه، با منطق ارزیابی میکنه و تصمیم میگیره، واکنش نشون میده. کودکم بخش احساسی، عاطفی و هیجانی وجود ماست. هر کدوم از این بخش‌ها کارکردهای خودشون رو دارن. اما گاهی اتفاق میفته که مثلا کودک میاد بخشی از بالغ رو به تصرف خودش در میاره، به این میگن آلودگی با کودک، یا نه والد میاد بخشی از بالغ رو به تصرف خودش در میاره، یعنی کارکرد بالغ رو برای منافع خودش استفاده میکنه، به این میگیم آلودگی بالغ با والد، یا نه آلودگی دو طرفه، آلودگی کودک و والد با بالغ. حالا بریم ببینیم که اینا هر کدوم چی هستن و چجوری اختلال ایجاد میکنن توی روان ما. وقتی که بالغ که کارش استدلال کردن و توجیه کردنه، کارکردهاش در جهت توجیه احساسها و ترسها، تردیدها و هیجانات کودک قرار بگیره و بخواد اونا رو توجیه کنه، میگیم آلودگی بالغ با کودک به وجود اومده. یعنی احساسات و تجربیاتی که کودک داره تجربه میکنه به عنوان واقعیت زمان حال در نظر گرفته میشه. این باعث میشه که آدم دچار هذیان بشه، در مورد دیگران توهم بزنه یا در مورد خودش یا دیگران خیال بافی کنه. تصور کنید یه مردی میترسه که زنش بره کار کنه، مستقل بشه از نظر مالی. میاد چیکار میکنه؟ ترس از استقلال مالی زنشو یه توجیه بالغانه براش میاره. یعنی چی؟ میگه من تو فلان مقاله خوندم که زنای شاغل استرسشون بیشتره، فشار خونشون بیشتره، طول عمرشون کمتره. یعنی یه ترسشو یه وجهه منطقی و بالغانه میخواد بهش بده. توی این موارد میگیم آلودگی بالغ با کودک وجود داره. مثلا از مهمونی میام بیرون، بعد صدای خنده میاد، با خودم میگم که حتما دارن به من میخندن، چون توی بچگی این احساس داشتم که من بچه خوبی نیستم، بقیه اینو میدونن عیبای منو ولی به هم نمیگن. آلودگی با کودک میگه چون من از مهمونی اومدم بیرون دارم میخندند، پس دارن به من میخندن. این آلودگی با بالغه. واکنش بالغانش اینه که میتونم برم بپرسم آیا واقعا همچی اتفاقی افتاده یا نه، نه بر اساس احساساتی که دارم بخوام تجزیه تحلیل کنم، قضاوت کنم و نتیجه گیری کنم. کلن هر جا هیجانات شدید باشه، یهو کوتاه اومدن خیلی شدید باشه، پافشاری بیش از حد رو خواسته هامون، یا خوشبینی خیلی افراطی وجود داشته باشه، یا مطلق نگری، یا اصلا واقع گرایانه نباشه حرفمون، احتمال بالغ آلوده به کودک وجود داره. مثلا باورهای در مورد خودمون که من نمیتونم الکل رو ترک کنم چون که بدنم ضعیفه، معدم ضعیفه، کلی دلیل و منطق بیارم برای اینکه میترسم ترک کنم، برای اینکه
وابسته شدن. همه احساسایی که مربوط به کودک رو میایم ظاهر منطقی بهش میدیم. یا اینکه کسی منو دوست نداره چون فلان کارو برام کردن، چون که فلان جاها که باید ازم دفاع میکردن کسی نبود. دلایل منطقی میاریم برای اینکه حسی که توی ما هست مبنی بر این که من خوب نیستم و توجیه کنیم. یا اینکه میگم من تو درسای حفظی خوب نیستم. این یه باور کودکانه است. ولی خب میام کلی دلیل و منطق میارم که به بقیه ثابت کنم حق با منه. یا اینکه بعضی جمله هایی که میشنویم، مثلا این: اگه آدم معلول نتونه برنده مسابقه دو بشه خودش مقصره. این جمله یه خوشبینی افراطی داره، اصلا واقع گرایانه نیست، مطلق نگره. اینکه حتی اونی که فلج هستن باید بتونه که برنده مسابقه دو بشه. اینا همش آلودگی هایی که بالغ پیدا کرده با کودک. آلودگی دیگه ای که وجود داره آلودگی بالغ با والده. بعضی موقع والد بالغ رو تحت سلطه خودش در میاره برای دفاع از باورهای خودش. مثلا یه باوری داریم که خرافی به نظر میاد، ولی خب همچین بالغانه ازش دفاع میکنیم که بقیه رو قانع کنیم که حق با ماست. پس پیام والد توی آلودگی با والد با واقعیت زمان حال اشتباه گرفته میشه. چیزی که والد به ما میگه، باورهایی که داره رو به عنوان واقعیت در نظر میگیریم و ازش دفاع میکنیم توی آلودگی با والد. توی این موارد تعصب به وجود میاد که از باورمون حتما دفاع کنیم، پیش داوری. چون من اینجوری فکر میکنم پس با این دلیل و منطق حق با منه، حتما این اتفاق افتاده. مثلا به کسی نمیشه اعتماد کرد.